درود به شما همراهان خوب تواناتک. برای همه ما پیش اومده که با کندی سرعت عملکرد سیستم لپتاپ یا کامپیوترمون روبرو شده باشیم، در حالی که دستگاه ما از نظر سخت افزاری خوب و قویه. گاهی کاربر با انجام کارهایی مثل نصب برنامه‌های غیر ضروری سرعت سیستم رو پایین میاره. پس مشکل کندی سیستم فقط به سخت افزار مربوط نمیشه، بلکه حتی با وجود سخت افزار خوب و مناسب هم ممکنه سرعت سیستم پایین بیاد. البته با گذشت زمان هم از سرعت و کارایی لپتاپ یا کامپیوتر کم میشه. با این همه راهکارهایی وجود داره که در افزایش سرعت عملکرد سیستم اثر مثبت داره. در این برنامه میخوایم این راهکارها رو به شما معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید. 1. حذف نرم افزارهای غیر ضروری. بسیاری از ما روی سیستممون برنامه‌هایی رو نصب می‌کنیم که شاید فقط یک بار از اونها استفاده کنیم و بعد از اون دیگه سراغشون نریم. حذف این گونه برنامه‌ها ضروریه، چرا که به افزایش حافظه دستگاه کمک می‌کنه و در سرعت عملکرد سیستم مؤثره. حتما این برنامه‌ها رو از بخش آن اینستال کنترل پنل ویندوز حذف کنید. البته دقت کنید که فایل‌های مربوط به خود ویندوز رو اشتباهی حذف نکنید. برای این کار در قسمت جستجو عبارت کنترل پنل رو وارد کنید و وارد اون بخش بشید. بعد در قسمت پروگرامز روی پروگرام اند فیچرز کلیک کنید. در نهایت در لیست باز شده روی برنامه مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه آن اینستال رو انتخاب کنید. 2. غیر فعال کردن برنامه‌های غیر ضروری هنگام راه اندازی ویندوز. هنگام روشن شدن دستگاه تعداد زیادی از برنامه‌ها به طور خودکار شروع به کار می‌کنند که هرچه تعداد اونا بیشتر باشه سیستم با تأخیر بیشتری بالا میاد. پس باید این برنامه‌ها رو شناسایی کنید و اونایی که ضروری نیستن رو غیر فعال کنید. برای انجام این کار باید به قسمت تسک منیجر برین. کلیدهای ترکیبی کنترل شیفت اسکیپ رو فشار بدین تا تسک منیجر ویندوز 10 اجرا بشه. در تب استارتاپ روی هر برنامه‌ای که خواستید کلیک راست کنید و گزینه دیسیبل رو بزنید. 3. استفاده از آنتی ویروس و آنتی مالور. یکی از دلایل کاهش سرعت عملکرد سیستم وجود ویروس‌ها و تروجان‌هاست. پس استفاده از آنتی ویروس و آنتی مالور برای شناسایی ویروس ها و تروجان ها و از بین بردن اونا بسیار مهم و ضروری و نقش بسزایی در افزایش عملکرد سیستم داره. انتخاب آنتی ویروس و آنتی مالور مناسب هم موضوع بسیار مهمیه، چرا که برنامه های نامناسب باعث کاهش سرعت و اخلال در عملکرد سیستم میشن. اگر از ویندوز 10 استفاده می کنید، می توانید آنتی ویروس داخلی ویندوز به نام ویندوز دیفندر رو فعال کنید. برای این کار ابتدا به بخش سیتینگز برید، بعد در قسمت آپدیت اند سکیوریتی ویندوز دیفندر رو فعال کنید. اما اگه استفاده از آنتی ویروس های خارجی رو ترجیح میدید، آنتی ویروس اوست و 360 توتال سکیوریتی رو بهتون توصیه میکنیم که هر دو رایگان مناسب و امن هستن. برای مقابله با تروجان ها و کرم ها هم نسخه رایگان و امن مالوور بایتس، آنتی مالوور و سپای بات رو بهتون پیشنهاد میکنیم. 4. ارتقای هارد درایف. هارد کامپیوتر اصلی ترین سخت افزار کامپیوتره که وقتی پر میشه سرعت عملکرد سیستم رو تا اندازه زیادی پایین میاره. بنابراین با انتخاب یک هارد درایف با حجم بیشتر میتونید سرعت عملکرد سیستمتون رو بالا ببرید. 5. بروز رسانی. بروز رسانی سیستم عامل لپتاپ یا کامپیوتر تأثیر بسزایی بر افزایش سرعت عملکرد سیستم داره. توصیه میکنیم همیشه از بروز بودن اون مطمئن بشین. برای اینکه ببینین ویندوز شما بروز هست یا نه، در بخش تنظیمات به Update and Security برین و در قسمت Windows Update گزینه Check for Update رو بزنین. اگه سیستم عاملتون بروز نبود، حتما برای بروز رسانیش اقدام کنین. 6. استفاده از نرم افزار بهینه‌سازی ویندوز. استفاده از نرم افزار Advanced System Care که یه ابزار مناسب برای بهینه‌سازی ویندوزه، برای بهبود عملکرد سیستمتون مؤثره. نسخه رایگان این برنامه رو میتونید از سایت رسمیش دانلود کنید. اگه دنبال برنامه‌ای برای افزایش عملکرد سیستمتون هستید، توصیه میکنیم از Advanced System Care و قابلیت‌های کاربردی و مفید اون استفاده کنید.
برای دانلودش به این آدرس مراجعه کنید. بعد از نصب برنامه در تب Clean and Optimize سیستم رو اسکن کنید و فایل های اضافه و غیر ضروری رو از بین ببرید تا سرعت سیستم بیشتر بشه. در آخر باید بگیم که در بعضی مواقع ممکنه با رعایت همه این راهکارهایی که ما پیشنهاد دادیم و همچنین راه حل‌های دیگه سرعت سیستم شما افزایش پیدا نکنه. در این صورت سیستمتون قطعاً نیاز به ارتقای سخت افزاری داره. سپاس از اینکه با ما همراه بودید.